یکی از مباحث مهمی که در یهودیت ما داریم در مقایسه با به حال پژوهش تطبیقی که با ادیان دیگر میتونیم داشته باشیم بر این هستش که مسائل آخر زمانی هست. یهودیت به تیکون اولام ایمان داره و اون بحث سر چی هست؟ مفهومی هستش که در یهودیت اشکال مختلفی ممکن آمده باشه و اون چگونه ما میتونیم جهان رو بهبود ببخشیم. حالا از نظر مردم سالاری بوده، از نظر آنانی که از پا فراتر گذاشته بودن از یهودیت و چارچوب یهودیت بیرون آمده بودن، از فروید گرفته تا مارکس گرفته و ویکتور فرانکل گرفته و یک سوم جایزه نوبل رو که از آن خودشون ساختن، و یهودیان از اون بود و تک بودی یهودیت و آنچه که آنها رو مقید میکرده از نظر مذهبی و حلقه و قیود و آنچه که ضوابط اجتماعی رو در بر میگرفته، به دنبال آن بودند که آنچه را که دارند چگونه میتونن به اقوام دیگر، به آنانی که دور از مردم سالاری هستند و اون دموکراسی رو بتونن بیان برسونن، چون که سرمنشأ یهودیت بر روی آزادی، آزادمنشی و رهایی آنان از یوغ بردگی و بندگی که در آن موقع در فراعنه بوده گاه شماری خودشون آغاز میکنن، نه از روی مولود کسی، نه از نظر هجرت کسی از مکه به مدینه. از این رو آنچه که مارتین لوتر کینگ رو و ولتریزم رو، کالوینیزم رو غیر و اینها میاد و به اونها به گونه ای ایده میده و الهام بخش اونها هست، بایبل هست. و آنچه که مازس موفق شده نه به خاطر معجزاتی که در مصر انجام شده و دستور بوده، نه به خاطر آنچه که دریای سرخ باز شده، بلکه به عنوان پیامبری که در ادامه آنچه که ابراهیم به عنوان یک پیامبر انجام داده بود و اینی که بین النهرین رو که آمده بود و از یک طرف به طرف دیگه رفته بود و خودش رو بر این ساخته بود که جامعه نوین رو بتونه بسازه که بر روی بردهداری بنا نشده باشه، بر روی آزادی خواهی بنا شده شه، و اینی که یکایی که ما به شکل و شمایل خداوند آفریده شدیم و یک فرزند نداشته، بلکه از هر جنسیتی که ما شیم بدون تبعیض جنسیتی، قومی، نژادی، رنگ پوست و غیره، همه ما فرزندان خداوند هستیم. از این رو باید به دنبال آن تیکون اولام، به دنبال آن بهبود بخشیدن وضعیت جهانیان باشیم. حالا میتونه یهودی در واکسیناسیون عمل بکنه و یا اینکه در تکنولوژی و هایتک عمل بکنه، ولی آنچه که ما رو بر این میسازه که بتونیم دنیای بهتری رو داشته باشیم، ایده هایی از نظر آرمانگرایی و اون معرفت الهی هست، و اینکه آدم به آدمی گرگ نباشد، بلکه آن دارای اون معرفت الهی باشه که تا چه اندازه میتونه انسان مداری محورزی رو بتونه اشاعه بده برای حفظ نظم اجتماعی خودش در این جهان.